برگردیم به سال 97. روزی کارگران در حال کار در کناره های جوار شاه عبدالعظیم جسد مومیایی پیدا کردند که مطابق با جسد رضا شاه بود. آیا به راستی این جسد برای رضا شاه بود؟ 25 شهریور 1320 رضا شاه پس از گذشت سه هفته از اشغال ایران از سوی متفقین تن به تبعید داد. ابتدا تصمیم داشت برای استراحت چند هفته ای به هند برود اما انگلیسی ها مانع ورود او به هند می شود و او را به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید می قربت برای او آسان نبود و او به مرور بیشتر فرسوده و ناتوان میشد تحمل زندگی در هوای گرم جزیره موریس را نداشت و مدام نارضایتی خود را از اقامت در چنین جای ابراز می وی پس از مدتی زندگی در موریس به جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی نقل مکان کرد و در نهایت پس از سه سال زندگی در تبعید و در 68 سالگی در چهارم مرداد 1323 به علت حمله قلبی در ویلای شخصی خود در جوهانسبورگ درگذشت. علی ایزدی در خاطراتش می نویسد وی در حال برخواستن از جای خود دچار حمله قلبی می شود و به زحمت خود را تا نزدیک تخت خواب می رساند و در آنجا به سختی به زمین می خورد. جنازه رضاخان پس از مرگ وی به مصر منتقل و در آنجا مومیایی و 6 سال به امانت در مسجد رفای نگهداری شد. تا در اردی بهش 1329 به ایران آمد و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد. بعد از انتقال پیکر رضاشاه به مصر سفیر ایران در قاهره در سال 1323 خطاب به علا در نامه ای از مومیایی شدن جنازه رضاشاه خبر داد و گفت در تاریخ 26 آبان 23 با حضور والا حضرت شاهپور و نماینده دربار و این جانب با احترامات لازمه در سرداب مقبره خاندان سلطنتی در مسجد رفاعی به امانت گذارده شد. در سال 29 و در زمان نخست وزیری رزمارا جسد مومیا شده رضاشاه با مراسم و تشریفات مفصل با هواپیما به اهواز و از آنجا با قطار به تهران آورده شد. آرامگاه رضاخان به مدت سی سال یکی از مراکز رسمی دیدار مهمانان خارجی بود. مقبره رضاخان در بخش غربی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی قرار داشت و مساحت آن 9000 متر و ارتفاع آن 25 متر بود. فروغی در گفتگویی اعلام کرده بود ارتفاع بنا 7 متر کوتاهتر از گنبد حضرت عبدالعظیم ساخته شده. سنگ قبر رضا بر اساس الگوی سنگ قبر ناپلون بناپارت در آنولیت ساخته شده بود. علیرضا پهلوی برادر تنی محمد رضا پهلوی در کنار این آرامگاه به خاک سپرده شد. همچنین فضل الله زاهدی، حسن علی منصور و ارتش خاتم و سلیمان بهبودی از کسانی بودند که در اطراف این آرامگاه به خاک سپرده شدند. معمار این بنا محسن فروغی استاد معماری و رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که کاخ نیاوران و دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم از آثار اوست. در نهایت این آرامگاه پس از پیروزی انقلاب توسط صادق خلخالی تخریب شد. یه لحظه سب کن. اگه تا اینجا ویدیو همراه ما بودی خوشحال میشم. این ویدیو رو لایک کنی و کانال ما رو سابسکرایب کنید. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو ماجرا از خبری شروع شد که در اردی بهش سال 97 زمزمه های پیدا شدن جسد مومیایی رزاشاه به گوش رسید در آن زمان گفته شد به دنبال اجرای طرح گسترش و توسعه بخش غربی آسان حضرت عبدالعظیم در شهر ری تیغهای بیل مکانیکی به طور اتفاقی به جنازهی برخورد کرد که به گفته برخی از مردم مومیایی شده بود و در همان محل مقبره رضاخان پیدا شده بود به نوشته خبرنگارانی که به این محبت رفتند بخش غربی آسان همان جایی است که به دستور صادق خلخالی پس از انقلاب تخریب شد و در اوایل انقلاب در اردیبهشت 59 در محل آن آرامگاه یک حوزه علمیه بنا شد. خلخالی در اول آبان 1361 در پاسخ به سوال حسن یوسفی اشکوری نماینده مجلس که سوال حسین مکی را پرسیده بود در نامه با شرح کارهایی که برای تخریب مقبره نوشته بود بار دیگر تایید کرد که جسد را بردند اما این ادعا از سوی خانواده پهلوی تکذیب شد حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران درباره سرنوشت جسد مومیایی شده گفت آخرین خبری که داریم این است که مومیایی را در همان محدوده حرم عبدالعظیم مدفون کردند رضا پهلوی نوه رضا شاه در بیانیه‌ای که پس از کشف این مومیایی منتشر کرد خواستار آن شده بود که پدر بزرگش به عنوان یک سرباز و خدمتگزار میهن در ایران دفن شود تصاویری که از زمان دفن رضاشاه در شهر ری منتشر شده او را در یونیفرم نظامی نشان میدهد و حالت بدنش شباهت زیادی به فرم جسد مومیایی کشف شده دارد و ضمن اینکه همراه آن مومیایی وسایلی چون شمشیر هم کشف شده است برخی از خبرگزاری های ایرانی از جمله فارس و تسنیم روزی که این جسد از زیر خاک کش شد تعلق آن به رضا ها مردود دانستند اما آقای خیل که امروز هویت و دفن مجدد این پیکر را تایید کرده همان زمان هم گفته بود جنازه مومیایی شده جنبه میراسی دارد و باید حفظ شود پس از خروج محمد رضا پهلوی از ایران در دیماه 56 و حدود یک ماه پیش از سقوط او شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه آخرین شاه ایران جسد پدرش را همراه خود از ایران خارج کرده اما فرع پهلوی این موضوع را کاملا تکذیب کرده بود و ادعای صادق خلخالی را که آن زمان حاکم شهر بود رد کرد آقای خلخالی با حکم امام خمینی به عنوان حاکم شهر دادگاه های انقلاب پس از بهمن 57 منصوب شده بود صادق خلخالی در خاطرات خود گفت از اینکه نتوانست در جریان تخریب آرامگاه رضاشاه به پیکر او دست پیدا کند متعجب و در حسرت بوده است ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید لطفا این ویدیو را لایک کنید و برای دسترسی به محتوای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید